سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بندگان خدا را از جهل رهایی دهد. جهان همیشه مجموعه ای است از خوشی ها و ناخوشی ها، آسایش و سختی ها و پستی ها و بلندی ها که طبیعتاً این فراز و نشیب ها برای همگان یکسان نیست. هرچند در فلسفه وجودی مشکلات و مصیبت ها نمیتوان فقط از زاویه جهان مادی نگاه کرد، ولی شاید بتوان برای هر کدام نیز دلیلی مادی بیان کرد، مثل اینکه خشکسالی را معلول نیامدن باران، مریضی به علت عدم رعایت بهداشت و ورشکستگی را نشانه‌ای بر عدم آگاهی از تجارت دانست. اما از دیدگاه اسلام علوی، عوامل متعددی در این حوادث و بلاها اثرگذار است که علل مادی تنها بخشی از آنها شمرده می شود. از نظر اسلام علوی، بلاها و سختیها دارای علتها و حکمتهای مختلفی می باشند. چنانچه هیچ حادثه کوچک یا بزرگی در عالم اتفاق نمی افتد مگر اینکه از روی حکمت و حساب دقیق خداوند می باشد، که بلایای طبیعی یا بیماریها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. بیننده های محترم، امشب و در 524مین قسمت از پخش زنده هشتک سوژه بیشتر در این زمینه با شما گفتگو میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بیننده های محترم هشتک سوژه. در شامگاه شنبه 24 اسفند ماه 1398، آخرین شنبه امسال، از جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. دعاگو و نایب الزیاره شما بیننده های محترم هستیم در همه زیارت هایی که مشرف میشیم و مخصوصا در این ایامی که به طور موقت مرزهای کشور عراق بسته هست و عاشقان و دلدادگان کربلا و سید الشهدا علیه السلام بیشتر از قبل حسرت زیارت سید الشهدا رو در دل دارند و دلشون و قلبشون میتپد برای زیارت اون حضرت. ما مسئولیت بیشتری به عهده داریم و در زیارت ها بر خود لازم میدونیم که دعاگو و نایب الزیاره همه شما بیننده های محترم باشیم، به این امید که انشاءالله
این ویروس کرونا از تمامی کشورها انشاءالله ریشه‌کن بشه و محبین امام حسین علیه السلام بتونن مثل قبل انشاءالله به زیارت اون حضرت در شهر کربلا مشرف بشن. انشاءالله که شما هم هر کجای این کره خاکی هستید تنتون سالم باشه، انشاءالله خودتون، عزیزانتون، اعضای خانوادتون در کمال صحت و سلامتی باشید با رعایت اصول بهداشتی انشاءالله و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و دعا و نیایش و تضرع به درگاه باری تعالی، انشاءالله که استرس و اون ترسی که برای برخی هست راجع به ویروس کرونا انشاءالله از شما دور باشه و لااقل در این دنیای وانفسا لحظاتی بدون استرس داشته باشید انشاءالله. سوژه امشب رو اختصاص دادیم به مسئله دعا در گرفتاری ها و سختی ها. با سه سوال در خدمت شما بیننده های محترم هستیم. سوال اول، از نگاه قرآن راجع به ارتباط بین بلا و مصیبت با گناه و معصیت با شما صحبت میکنیم و نظر شما رو در این زمینه جویا میشیم. سوال دوم امشب ما، بر اساس آموزه های دینی چه گناهانی باعث نزول بلا میشود؟ و سوال سوم، از نقش دعا در بی اثر کردن بلا و رفع آن چه میدانید؟ که انشاءالله نتیجه تحقیقات و مطالعاتتون رو امشب با بیننده های هشتگ سوژه در میون بگذارید. بله، بیننده های محترم، بریم نظر آقای سید حمید از خرمشهر رو با هم بشنویم. دوستان عزیز، دعای بدون توسل قطعا اجابت نمیشه و مورد قبول واقع نمیشه و شرط قبول و استجابت دعا میشه گفت که توسل به دامن اهل بیت علیهم السلام هست، همونجور که در زیارت جامعه کبیر از امام هادی علیه السلام میخونیم و به کم ینفس الهم و یکشف الضر، یعنی این که به واسطه شما غم و غصه برطرف میشه و اگر بلایی قرار سر کسی بیاد به واسطه شماست که برطرف میشه. اما خب چیزی که این روزها میبینیم میشه گفت برعکس این هست و مردم به جای این که توسل داشته باشن به دامن اهل بیت، متاسفانه پاشونه دارن از زیارتگاه ها، از عتبات عالیات میبرن و به جای این که به دعا و راز و نیاز و توسل به دامن اهل بیت بپردازن که این بلا ازشون رفت بشه، متاسفانه دارن دور میشن و رو برمیگردنن. انشاءالله که هممون توسل داشته باشیم به دامن اهل بیت و هر چه زودتر از این مصیبت رها پیدا کنیم. تشکر میکنم از آقای سید حمید که نظرشون رو از خرمشهر به صورت وایس برای برنامه امشب ارسال کردن. راجع به بلاها و مصیبتها، گرفتاریها در آیات قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و آموزه های دینی علل و فلسفه مختلفی بیان شده که تا اونجایی که وقت برنامه به من اجازه بده امشب این علل رو از زبان آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام برای شما بیننده های محترم بیان می کنم و همچنین نظر شما رو در این زمینه از طریق وایس یا تماس هایی که برقرار می کنید خواهیم شنید. یکی از مهمترین عللی که خدای متعال بیان می کنه برای انواع و اقسام بلاها، گرفتاری ها، مصیبت ها، مریضی ها و حتی بلایای طبیعی، برای بسیاری از اینها یکی از مهمترین دلیلی که خدای متعال بیان میکنه آزمایش هست که آزمایش هم انواع مختلفی داره. چیزی که طبق آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام ما به دست آوردیم، آزمایش های الهی یا آزمایش های عقیدتی هست یا آزمایش های مالی، آزمایش های جانی، آزمایش های خانوادگی،
آزمایش هایی برای به تکامل رسیدن و آزمایش هایی برای حفظ ایمان، که تمام این موارد ادله قرآنی و روایی جداگانه ای داره. خدای متعال در آیه 155 سوره مبارکه بقره میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خب آقای حسین از شاهرود با ما تماس گرفتن، سلام میکنم به شما. سلام علیکم، وقتتون بخیر حسین آقا. سلام علیکم. دوستانم در رفق فرمان صدای استودیو رو بیشتر کنید، من صدای ایشون رو ندارم. الو سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. آقای حسین آقا بفرمایید، نظرتون رو میشنویم. اول از همه میخوام یه سلام بدم با آقای محمد. خواهش میکنم بفرمایید، بهترین کار هست. السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین رحمت الله و برکاته. زیارتتون قبول باشه. السلام احسنتون. الو صدای شما پخش میشه آقای حسین آقا، بفرمایید نظرتون رو میشنویم، به کدام یکی از سوالهای امشب پاسخ میدید؟ من از شهرستان شاهرود تماس میگیرم. بله. نظرم این که این امتحان خدایی، اون وقت باید ما در این امتحان با دعا کردن با صبر صبر پیشه کنیم و از خود آقا امام زمان که صاحب همه ماست از اون کمک بخوایم و متوسل بشیم به پیشگاه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت عباس علیه السلام. آقای حسین آقا خودتون در این ایام از چه طریقی دعا میکنید، چه دعاهایی دارید، چه توسلهایی دارید و اهل بیت عصمت و طهارت؟ دعا کردن واسه همه شیعیان جهان و خانواده خودم، همشهریام، با صبر پیشه کردن و دعا. زیارت عاشورا میخوانیم. بله. حدیث کسا و سوره یاسین که هم سوره اینا رو میخوانیم که کمک میخوان از درگاه خداوند. احسنتم، تشکر از تماستون و اینکه نظر و تجربتون رو بیان کردید. آقای حسین از شاهرود با ما بودند که نظرشون رو بیننده های محترم دیدید و شنیدید. اشاره کردم قبل از تماس آقای حسین آقا به آیه 155 سوره مبارکه بقره. خدای متعال در این آیه می‌فرماید قطعاً یقیناً، با چند تأکید خدای متعال در این آیه کلام خودش رو آغاز میکنه، ولنبلونکم، که از نظر ادبیات عرب جای خودش باید صحبت بشه، تأکیدهای فراوانی که در این آیه وجود داره. قطعا همه شما را، ببینید یکی از نکات مهم این هست که هیچ کس مستثنا نیست از امتحانهای الهی. امتحان الهی فقط برای اهل ایمان نیست، امتحانهای الهی برای بندگان خداست، برای جمیع بشریت. پس نکته اول این که هیچ کس مستثنا نیست از امتحانهای الهی. ولنبلونکم، همه شما را قطعا امتحان میکنیم. به چه واسطه ای؟ چند مورد رو خدای متعال در این آیه بیان میکنه، با ترس، که ترس هم انواع و اقسامی داره. بیننده های محترم، کسانی هستند که در امور مالی و مادی خودشون این ترس بهشون دست پیدا میکنه، در امور جانی، در امورهای مختلفی. ترس، گرسنگی، کاهش در مال و جان و میوه ها، خدای متعال میفرماید به این طرق ما، به این روش ها شما رو امتحان میکنیم و بشارت ده به کسانی که استقامت دارند، کسانی که صبر میکنند، و بشر صابرین، که راجع به صبر هم در برنامه قبل
یک مختصر صحبتی کردم، اشاره‌ای کردم. منظور از صبر در هیچ جا این نیست که انسان دست روی دست بگذاره، فقط دعا کنه دست رو دست بگذاره و صبر داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی رخ میده. و بشر صابرین، صابرین کسانی نیستند که فقط دست روی دست میگذارن و دعا میکنن ببینیم چه میشه. خب سرکار خانم زاره از اصفهان با ما هستن، سلام میکنم به شما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا حضرت ابوالفضل. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دست اندرکاران شبکه جهانی آقای امام حسین و استاد بهنام گرامی، شبتون به خیر، زیارتاتون قبول باشه. متشکرم، قبول حق باشه. بفرمایید سرکار خانم، به کدام یک از سوالهای امشب مایل هستید که پاسخ بدید؟ به نام خدا، در آیه 30 مبارکه سوره شورا اینجور که من مطالعه داشتم نوشته بود که هر مصیبتی که به شما میرسه، خداوند متعال فرمودن هر مصیبتی که به شما میرسه به خاطر اعمالیه که انجام میدین و خداوند بسیاری از این گناهانو میبخشه و گاهی بعضی وقتها به خاطر این که بندگانشو آگاه کنه و متنبهشون کنه و از یه طریق میخواد این بنده های مؤمنشو پاک کنه، گاهی به خاطر گناهایی که ما میکنیم یه سری بلاهایی ممکنه و مصیبتهایی ممکنه به سرمون بیاد. بله. که تو آموزه های دینیمون همون دعای کمل که شبای جمعه میخونیم، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل و نقم، همین معنیش میشه که خدایا ببخش گناهانی که برای من بدبختی به وجود میاره و خدایا ببخش گناهانی که نعمتهای منو تغییر میده. بله. امام سجاد علیه السلام فرمودن که نعمتهایی که امام سجاد فرمودن یه سر از گناهان، خب اکثر گناهان باعث میشه که نعمتهایمون گرفته بشه، ولی خب یه سرش دیگه خیلی گناه‌های خیلی بزرگی هستن. خب هر گناهی اثر خاص خودش رو داره. صحبت امشب ما و سوال ما راجع به گناهانی هست که باعث نزول بلا میشه. در این ارتباط چه مطالعاتی داشتید؟ چه گناهانی باعث نزول بلا میشه؟ والا در من یکم مطالعه کردم تو صحیفه سجادیه که امام سجاد فرموده بودن که ظلم کردن به مردم، حالا حکومت یا حکومت مثلا بر سر مردم در حق مردم ظلمی میکنه که به سرعت این مخصوصا اگه طرف مظلوم باشه خیلی آهشون میگیره، ترک کارای نیکمون دیگه، کفران نعمت کردن. مثلا تو همین زمینه بدون بگم که خودمون الان به شخص الان که دچار این مشکل کرونا شدیم فهمیدیم که چه نعمت هایی داشتیم، همون نعمت رفت و آمد. استاد بهنام، من خودم همیشه شبای عید که می شد همین گفتم وای عید نوروزم اومد، حالا هی از این خونه بریم تو خونه و نعمت این سله رحم اصلا درک نمی کردم، ولی الان میگم خدایا منو ببخش به خاطر این که همیشه این حرف رو می زدم. احسن تو، تشکر میکنم. همین دیدن فامیل، همین دیدن پدر مادر که آدم روز صد بار میتونه صورتشون رو ببوسه، دستشون رو ببوسه. احسنتم، تشکر میکنم از سرکار خانم زاره که از اصفهان تماس گرفتن و نظرشون رو دیدید و شنیدید. بیننده های محترم، دو نکته بسیار مهم هست در آموزه های دینی و در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. اتاق فرمان اگر امکانش هست تکرار صدا رو در گوش من حذف کنید، ممنون میشم. در آموزه های دینی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام علل مختلفی رو برای بلاها و نزول بلاها بیان میکنن و گناهان مختلف پیامدهای مختلفی هم در پی داره. حالا معمولا برای مردم یک طرفه بیان میشه متاسفانه.
هر گروهی، هر قسمتی از آیات قرآن، هر قسمتی از روایات اهل بیت علیهم السلام که به نفع خودشون هست رو برای مردم بازگو میکنن. متاسفانه که یکی از خیانتهای بزرگ به آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام هست. خدمتون عرض کنم که تماس رو میگیریم، بعد از تماس در این رابطه با شما صحبت میکنم. آقای ترابی از کرج با ما هستن، سلام میکنم به شما. آقای ترابی صدای من رو دارید؟ سلام عزیز دلم، عزیز با امام حسین، خسته نباشین. سلامت باشید. عزیز من دختر میخواد صحبت کنه. بله گوشی رو بدید خدمتشون. شما من در خدمت شما هستم. شما هم در خدمت شما هستم. بزرگوارید. بزرگوار شما. من خدمت شما و همین عزیزا از ادب میکنم و سلام ما رو با آقای امام حسین برسون. انجام وظیفه میکنیم آقای ترابی، دعاگو و نایب زیارتون هستیم. خب متاسفانه تماسشون رو از دست دادیم، اگر مجدداً تماس گرفتن در خدمتشون هستیم. بریم نظر آقای محسن از تبریز رو با هم بشنویم. به نام خدا و با عرض سلام، اول از همه در مورد بلای آیه بگم خدمتتون که خدا در سوره رعد آیه 11 فرموده: به درستی که خدا تغییر نمیدهد آنچه قومی را هست تا وقتی که تغییر دهند آنچه در نفسهایشان هست، و چون خدا خواهد به قومی بدی پس برگردانیدن نباشد آن را و نباشد ایشان را از غیر خدا هیچ مددکاری. یعنی وقتی بلا بیاد این بیماری معمولی نیست و مشخصه که بلاست، و این بر نمیگرده مگر اینکه به درگاه خدا و اهل بیت پناه ببریم، که خدا به همین خاطر فرموده نباشد ایشان را از غیر خدا هیچ مددکاری. حالا چرا بلا نازل میشه؟ اون که تو کشورهای غیر مسلمون تکلیفشون روشنه با این همه کفر و بیدینی و چیزای دیگه، و اما کشورهای اسلامی مخصوصا ایران که چرا به این وضع افتاده و در دنیا دوم یا سوم تو کرونا فکر کنم. تنها کشوری که مسلمان هست ولی به اهل بیت علیه السلام نعوذ بالله فحش میده، اونم با چه شدت و قساوتی، کشور ایرانه. آدم از امام حسین علیه السلام هم خجالت میکشه که حتی این مطالب رو بگه. تا حالا ندیدیم یه یهودی، مسیحی یا حتی بت‌پرست بیاد به پیامبران یا ائمه فحش بده، مگر یه عده کم و استثنا، ولی تو ایران خیلی شدت پیدا کرده. پس نباید انتظار نزول رحمت داشته باشیم و این بلای خودمونه با این همه گناه. و اینکه چرا افراد بیگناه یا مردم عادی رو گریبانشو میگیره، فقط به یه دلیل، به دلیل سکوت و عدم نهی از منکر که در ماجرای بخت النصر هست که چرا بلا عمومی شد. البته اینکه تنبیه عدم نهی از منکر برای افراد مؤمن موجب پاک شدن از گناه طبق فرموده امام رضا علیه السلام، و برای کافران یا اونایی که دین رو به تمسخر گرفتن موجب عذاب و لعنته که تازه این شروع کارشونه، که خدا فرموده البته عذاب آخرت سخت‌تر است. مثلا قوم لوط چیکار کرده بودن که جبرئیل با یکی از 600 تا بالهاش شهرشون رو از جا کند و 599 تا بالش واسه خودش موند؟ این فقط قدرت یکی از پرهای جبرئیله، و تا صبح شهرشون رو تو آسمون نگه داشت، بعد واژگون کرد. حالا علت اینکه چرا تا صبح مونده بود، به خاطر یه ریش سفید بود که موقع خواب صورتش رو به آسمون بود و خدا از اون شخص حیا کرد، و وقتی به پهلو برگشت جبرئیل واژگون کرد. خب قوم لوط فقط لوات کرده بودن که اینطوری عذاب شدن. الان مگه لوات نیست؟ صد برابر اون مثلا تو ایران هست. هزاران زنا اتفاق میفته، هزاران دزدی، قتل، ظلم، ربا، نزول رشوه، دشنام و غیره. دلیلش چیه که بلای خیلی عظیم نازل نمیشه و فقط در حد گوشزد هستش؟ فقط یه دلیل داره، اونم به خاطر وجود نازنین امام عصر عجل الله هستش. وگرنه میدیدیم اگه این فرزند زهرا نبود، زمین خیلی وقت بود که اهلش رو فرو برده بود. امام به معنی این نیست که فقط مسئله یا احکام شرعی بگه. الان مگه مسئله نمیگن علما؟ امام یعنی قطب دایره امکان. امام یه لحظه نباشه زمین اهلش رو فرو میبره و یک گیاه هم از زمین رشد نمیکنه و بارانی نازل نمیشه. مثلا اگه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام امام سجاد حضور نداشتن، بدون هیچ شکی زمین اهلش رو فرو میبرد. و اما در مورد دعا و صدقه به درگاه خدا و توسل به اهل بیت علیه السلام، که فرمودن دعا قضا و عجل حتمی را برمیگرداند، و همچنین احسان و مخصوصا زیارت عاشورا که از گذشته تجربه هاش دیده شده، از بزرگان با هزاران شاهد
که بلاها رو رفع کرده، اینم خودش یه معجزه هست. منتها باید دید آیا کسی است که عبرت بگیره. اگه نگیره که خود امام علیه السلام بیاد هم قبول نمیکنه، و کسی که انصاف داشته باشه و تفکر کنه با یه معجزه کوچیک هم اعتقاد پیدا میکنه. یا علی. یا علی مدد. تشکر میکنم از آقای محسن که از تبریز وایس فرستادن و دیدید و شنیدید نظر ایشون رو. اشاره کردن به فرمایشی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که قبل از وایس ایشون عرض کردم دو نکته بسیار مهم هست در روایات اهل بیت علیهم السلام. یکی از این نکته ها رو آقای محسن از تبریز در وایسشون اشاره کردن. خطبه اید در نهج البلاغه هست از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خواهش میکنم بیننده های محترم این خطبه رو مراجعه کنید و مطالعه کنید، به دقت تأمل کنید و ببینید که ما در چه اوضاعی قرار داریم. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. مردم شما را چه شده است که زمانی که اهل دیانت، اهل دین، متدینین تعدادشون کم میشه شما رو وحشت فرا میگیره؟ فان الناس قد اجتمعوا على مائده شبعها قصير وجوعها طويل. مردمی که میبینید که اکثرهم لا يعقلون، اکثرهم لا يتفكرون. قرآن رو ببینید، آیه هایی که راجع به جاهایی است که جمیع مردم، اکثریت مردم رو مثال میزنه خدای متعال. اینجا امیرالمومنین فرمایند فان الناس، مردمی که شما دنبال دهان اونها هستید. ببینید اونا چی میگن، ما بریم همون کار رو بکنیم. ببینید اونا چه کار میکنن، ما همون کار رو بکنیم. امیرالمومنین فرمان مردم سر سفره دنیا نشستند. قد اجتمعوا على مائده شبعها قصير. سیر شدن سر سفره دنیا مدتش بسیار کوتاهه و جوعها طویل، گرسنگی اونها بسیار طولانی تر هست. ایها الناس، من خیلی خلاصه و سریع تر این خطبه امیرالمؤمنین رو اشاره کنم. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. اون چیزی که باعث میشه خدای متعال به مردم نظر کنه یا خدای متعال نظر لطفش رو از مردم برگردونه یا اونها رو عذاب عمومی بکنه، رضایت و نارضایتی اونهاست نسبت به افعال دیگران، نسبت به آنچه در اجتماع میبینند. امیرالمؤمنین مثالی میزنند در این خطبه، میفرمایند انما عقر ناقة ثمود رجل واحد. آقا یک نفر بود، دو تا چهارتا، یک نفر بود که شتر قوم ثمود رو پی کرد، از بین برد. چرا خدای متعال همه قوم ثمود رو عذاب نمود؟ فعمهم الله بالعذاب. خدای متعال این چه عدالتیه؟ این سوال پیش میاد دیگه. یک نفر رفت و شتر قوم ثمود رو پی کرد، اون معجزه الهی رو از بین برد، چرا عذاب عمومی نازل شد؟ حواستون هست امیرالمومنین چی میفرمایند؟ میفرمایند لما عموه بالرضا، به خاطر اینکه همه قوم ثمود از فعل اون شخص راضی بودند، اظهار نارضایتی نکردند، نارضایتی خودشون رو ابراز نکردند. لما عموه بالرضا، اون زمانی که همه مردم به اون فعل بد و ناشایست و خطا و اشتباه رضایت دادند، خدای متعال همه اونها رو مورد عذاب عمومی قرار داد. نظر سرکار خانم علوی رو در این زمینه میشنویم. با سلام خدمت بینندگان شبکه امام حسین، انشالله که در هر کجای دنیا که هستن تنشون سالم و سلامت و در سایه آقای امام زمان پربرکت باشن انشالله. خدمتون عرض شود که دعا در تمام ادیان دینی بوده و هستش. دین اسلام دین دعا و توسل و توکل به خدا و ائمه 14 معصومه. همینطور که میدونید بلا منشأش گناه و معصیته. از قدیم الایام در تمام احادیث اینو داشتیم که ما وقتی گناه زیاد بشه گناهان باعث میشن که
اتفاقاتی در زندگی اتفاق میفته، بلاها زیاد میشه و این نشون دهنده قهر الهیه. در درجه اول با نشون دادن این بلایا خداوند عالم میخواد که بنده ها رو به راه راست هدایت کنه و اینکه نشون بده که خداوند از گناهانی که ماها در سطح زندگیمون انجام بدیم راضی نیستن و از شیعه به دوره که این گناه ها رو انجام بدن و باید که راه معصومین رو پیش بگیریم و دنبال راه امام زمانمون باشیم و برای راضی بودن قلب آقای امام زمان باید از گناه دوری کنیم. توسل و توکل و دعا یکی از راه‌هایی که ما به جنگ گناهان و معصیت‌هایی که در مملکت‌هامون و اجتماعاتمون پیش میاد بریم. و این که میگن برای هر لحظه استغفار کنید و این استغفار هم جلوگیری از گناه میشه و هم آمرزش گناهان میشه. اینا احادیثی که از ائمه به ما رسیده و تنها راه نجات بشریت در توسل به ائمه و 14 معصومه. السلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظ شما. تشکر میکنم از سرکار خانم علوی که نظرشون رو به صورت وایس ارسال کردن. ادامه خطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو حتما مطالعه بفرمایید در این زمینه، راجع به زمانی که چرا خدای متعال وقتی گروهی گناه میکنند یا شخصی گناهی میکند یا مرتکب خطا و اشتباهی میشود، خدای متعال عذاب عمومی نازل میکنه که مثال قوم ثمود رو امیرالمؤمنین در آن خطبه بیان فرمودن، لما عموه بالرضا، چون همه مردم رضایت داشتند به فعل اون شخص. یه روایت دیگه براتون بخونم بریم. در خانه امام باقر علیه السلام، حضرت راجع به عمومی بودن گناه در این روایت صحبت میکنند و بیان میکنند که گناه های عمومی و علنی باعث نزول بلا میشه و یکی از اون بلاها را در این روایت امام باقر علیه السلام بیماری های جدید بیان میکنند. خوب دقت کنید، بیماری های جدید و فراگیر گروهی گناه علنی میکنند، گناهی میاد فراگیر، کرونا اومده بیش از 120 کشور رو درگیر کرده. چرا؟ امام باقر علیه السلام میفرمانه، البته این رو خدمتتون عرض کنم، این مطالبی که اهل بیت میفرمایند و ما داریم بیان میکنیم برای شما بیننده های محترم، علت تامه نیست. اول برنامه هم عرض کردم یکی از مهمترین علل ها رو داریم بیان میکنیم، به مهمترین علل داریم اشاره میکنیم. اینطور نشه که بعد تقطیع بشه این صحبت ها، بگن که هشتگ سوژه گفته که دلیل کرونا گناه های مردمه. خوب دقت داشته باشید. امام باقر علیه السلام میفرمایند لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها. حضرت میفرمان فاحشه، هرزگی، گناه علنی وقتی در جامعه ای بروز پیدا کنه، الا ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. حواستون هست؟ با من هستید؟ وقتی گناهانی در جامعه ای علنی بشه و سایر مردم، متدینین، علما، عمامه به سرها، کسانی که اهل اون گناه ها نیستند، ساکت باشن و سکوت نشانه رضایت، اظهار و ابراز مخالفت نکنند با اون گناه ها، امام باقر علیه السلام میفرمایند خدای متعال تا اون و دردها و بیماری هایی بر اون مردم مسلط میکنه، التی لم تکن فی اسلافهم، مریضی ها و بیماری های جدیدی که در گذشتگان نبوده، انواع و اقسام سرطان ها، نستجیر بالله، انواع و اقسام ویروس های فراگیر، اپیدمی
که در گذشتگان نبوده. یه بار دیگه برای اون دسته از بیننده هایی که حواسشون نبود، یک بار دیگه این روایت بسیار مهم امام باقر علیه السلام رو خدمتتون عرض میکنم. لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوها الا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. هیچگاه قومی، ملتی، گروهی گناهی را علنی نمی کنند مگر اینکه خدای متعال تا اون و دیگر بیماری هایی که در گذشتگان اونها نبوده رو بر اونها مسلط می کنه. در چنین اوضاعی، در چنین اوضاع و شرایطی می بینیم که سلام الله علیک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین 1400 سال قبل در وصیت نامه خودشون فرمودند که لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم. حواستون باشه، در عمل به قرآن غیر از شما بر شما سبقت نگیرند. الان میبینیم که اروپایی ها، غربی ها، آمریکایی ها اعلام میکنن برای مقابله با ویروس کرونا دست به دعا و نیایش بشید. نمیدونم، در جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستم، اوضاع کشورهای اسلامی در چنین شرایطی چگونه هست؟ مسجدها تعطیل میشه، نماز جماعتها تعطیل میشه، حرمها بسته میشه برای مبارزه با ویروس کرونا. غربی ها و آمریکایی ها و کشورهای غیر اسلامی دعوت میکنند ملت خودشون رو به دعا و نیایش. یه جای خودش باید صحبت بشه بیننده های محترم که آیا در چنین شرایطی بستن حرم‌ها صحیح هست یا نه؟ ادله موافقین مخالفین باید مطرح بشه، بیان بشه، به صورت کاملا عقلانی و منطقی راجع به این موضوع صحبت بشه. اما واقعا در شرایطی که همین در کشور ایران رو عرض کنم، خب بسیاری از هموطنان ما هستند که نمیتونن بسیاری از کارهای روزمره خودشون رو از طریق اینترنت انجام بدند. برخی افراد هستند که مجبورند به بانک مراجعه کنند، مجبورند به ادارجات مراجعه کنند. بانک ها و ادارجات هم که باز هست، با تمهیدات بهداشتی و رعایت اصول بهداشتی اجازه میدن که این افراد مراجعه کنند به بانک ها، به اداره ها. نمیدونم، شاید یک چنین تمهیداتی هم میشد برای حرم های مطهر اهل بیت علیهم السلام در نظر گرفت. البته عرض میکنم این باید به جای خودش صحبت بشه، کاملا منطقی و کاملا عقلانی باید صحبت بشه که چرا به این نتیجه میرسن که حرم ها بسته بشه ولی بانک ها و ادارجات و دیگر اماکن عمومی باز باشه. امام باقر علیه السلام روایتشون رو حتما در خاطر داشته باشید، برای دیگران هم نقل کنید. فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه رو حتما مراجعه بکنید، خطبه کامل که ابتدای خطبه امیرالمؤمنین میفرمایند ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، این خطبه رو حتما مراجعه کنید و تأمل کنید. الان زمانیه که باید به خودمون بیایم. بریم نظر آقای صالح از مشهد رو بشنویم. بندگان خداوند معمولا در بلا و امتحانی که از طرف خداوند نازل میشه امتحان میشن که چطور برخورد دارن با این بلا. آیا به کفرگویی کشیده میشن؟ آیا از دین ایمانشون کاسته میشه؟ مثل امتحان میمونه که مثلا دانش آموزای زیادی رو میبینیم که برای جلسه امتحان آمادن، اما هیچ مشخصه ای نداریم کدومی که بهتر خونده، تلاشش بیشتر بوده و اما با محک امتحان شناخته میشن، سره از ناسره تشخیص داده میشه.
اما برای خود خداوند که نیازی نیست که امتحان بگیره، چون که همه رو از درون و ضمائر همه آگاهه. ولی این امتحانی که گرفته میشه، این رفتارمون و برخوردمون و عقایدمون رو به خودمون نشون میده. ما که میگیم مثلا مثالهایی رو بزنیم در رابطه با زیارت، در مورد دعا، در مورد چیزهای دیگه که به عقاید دینی ما بستگی داره، اینجاست که مشخص میشه آیا این لغلقه زبانه یا در عملم وقتی وارد گود میشیم ما هنوز بر این اعتقادات خودمون استواریم. این رو به ما نشون میده ما هیچ وقت نباید از این ارتباطاتمون با ائمه اطهار و امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف که اعتقاد داریم حلال مشاکل هستند دست برداریم، و خصوصا در این امتحاناتی که سرمون میاد. امید به خدا انشاءالله خداوند همه ما را از این بلاها و امتحانها سرفراز و سربلند بیرون بیاورد. خیلی ممنون. الهی آمین. تشکر میکنم از آقای صالح که نظرشون را از مشهد ارسال کردند. ابتدای برنامه عرض کردم که خود آزمایش و ابتلا که در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام وجود داره، روش‌های مختلفی خدای متعال دارد برای آزمایش بنده ها. یکی از این روش‌ها رو عرض کردم که در آیه 155 سوره مبارکه بقره بود. آیه دومی که خدمتتون عرض میکنم آیه دهم سوره مبارکه احزاب هست. به علت ضیق وقت نمیتونم به تفصیل راجع بهش صحبت کنم که خدای متعال در این آیه اشاره میکنه به یکی از امتحانهای عقیدتی. اهل ادعایی که پارو پا میگذارن و چه که نمیگن، نمیخوام عباراتشون رو تکرار کنم. برای اهل ادعا در زمینه‌های عقیدتی خدای متعال امتحان‌های فراوانی قرار داده. آیه دهم سوره مبارکه احزاب رو مراجعه بفرمایید، راجع به همین امتحان عقیدتی هست. آیه دیگر آیه 85 سوره مبارکه طه، خدای متعال به حضرت موسی می‌فرماید قال فانا قد فتن فإنا قد فتنا قومك من بعدك و أولهم السامري. خدای متعال به حضرت موسی بیان میکنه که ما بعد از تو، بعد از اینکه تو رفتی، قومت رو امتحان کردیم. وقتی توی موسی بودی خیلی ادعاها داشتن در زمینه‌های اعتقادی و دینی. در زمان غیبت تو بود که سامری توانست اونها رو فریب دهد. فأولهم السامري. سامری امت اسلام الان چیه؟ به چه واسطه هایی اعتقادات الان سست میشه؟ دقت کردید؟ چقدر دقیق برنامه ریزی میکنند برای سست کردن اعتقادات. و خوشا بر احوال اون کسانی که بشر صابرینی که خدای متعال در سوره بقره میفرماید مال این افراده. خوشا به حال اون افرادی که اعتقاداتشون سست نشه با حجمه هایی که وارد میکنن در امتحان ها و ابتلاعات الهی. نکته دیگر عرض کنم از آموزه های دینی، روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند سلام الله علیک. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ما بل الله العباد بشیء اشد علیهم من اخراج دراهم. یکی دیگر از راه‌های امتحان‌ها و روش‌های امتحان‌های الهی این هست که امام صادق می‌فرمایند خدای متعال بندگانش را به چیزی سخت‌تر از پول خرج کردن و انفاق کردن امتحان نکرده. اون کسانی که میشینن در منازل خودشون، خدای متعال یا حالا دلیل‌های دیگری داره که میتونن در این ایام در قرنطینه خانگی باشند، خودشون و خانواده و اطرافیانشون رو حفظ کنند در جاهایی که انتشار ویروس کرونا هست و
در فضاهای مجازی و این طرف و اون طرف مدام خورده میگیرند به کسانی که در اجتماع حضور دارند. به جای خورده گرفتن، به جای گله کردن، شد یه بار برن ببینن که این کسی که الان در اجتماع اومده، الان داره دست فروشی میکنه، شد ازش بپرسی که چی شده، تو سلامتی خودت و خانوادت برات مهم نیست؟ مگه عقلش کمه؟ یقیناً براش مهمه سلامتی خودش و اطرافیانش و خانوادش. هر کسی رو که الان شما در خیابان ببینید، این نشانه بی فرهنگی اون نیست که بیایی در فضای مجازی اونها رو انگی بهشون بزنید، برچسبی بهشون بزنید. یا دولت‌ها، ببینید الان در این دو ماه گذشته کشورهای مختلف، بیش از 120 کشور مبتلا شدن به ویروس کرونا. ببینید کشورهای مختلف، دولت‌هاشون و حکومت‌هاشون چگونه حمایت کردند از ملت‌هاشون. فیلم منتشر میکنن در فضای مجازی، ببین فلان کشور خیابان‌ها کسی نیست، مردم چقدر با فرهنگن. نه آقا، فقط این نیست. شلوغی خیابان‌های تهران، شلوغی خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به دلیل بی‌فرهنگی مردم نیست. ببینید کشورهایی که این فرهنگ در اونها ایجاد شده به قول این افراد و خیابان‌هاشون خلوت هست، چه حمایت‌هایی دولت‌ها و حکومت‌ها از اونها کردند. ببینید همش موجوده دیگه، آنلاین داره منتشر میشه اطلاعاتش. کشوری که دو ماه هزینه آب و برق و این جور هزینه ها رو از ملت خودش دریافت نکرد، گفت بشینید تو خونه، این هزینه ها پای دولت هست. از نظر معیشتی خیال اونها رو راحت کرد. بعضی کشورها هزینه یارانه به اونها دادن برای این دو ماه که تو خونه هاتون بشینید، دغدغه مالی و معیشتی نداشته باشید. و روش های دیگری که کشورهای مختلف به کار بردند. و متاسفانه مسئولین کشور ایران هم در این زمینه متاسفانه یک طرز حق به جانبی با مردم صحبت میکنند و گله‌مندی میکنند. شد ازش بپرسی تو الان تو خیابون چه کار میکنی؟ مگه سلامتی خودت و خانوادت برات مهم نیست؟ خب اون کسی که روزمزد هست، اون کسی که اگر امروز نره بیرون نمیتونه چیزی سر سفره زن و بچهش بذاره. این دور از انسانیت هست که اینطور گله‌مندی بشه. و ببینید آموزه‌های دینی در این زمینه چه نکاتی بیان کرده، چه حمایت‌هایی حکومت‌ها و دولت‌ها باید وظیفه‌شونه در این مواقع از ملت خودشون و شهروندان خودشون داشته باشن برای اینکه جلوی انتشار این اپیدمی رو بگیرند و مردم در خانه‌های خودشون باشن. واقعاً متاسفم براتون. نظر آقای محمدعلی از تبریز رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تشکر از برنامه فوق‌العاده خوب و آموزنده هشتگ سوژه. اینجا امیرالمومنین در دعای کمیل به جناب کمیل فرموده اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، یعنی خدای آن گناهانی که موجب نزول بلا می شود بر من ببخش. معلوم است که اکثر بلاها و گرفتاریها از اعمال و گناهان خودمان می باشد. اگر به چند گناه بزرگ که موجب نزول بلا می شود اشاره کنیم، یکی ظلم است که متاسفانه امروزه در جهان بیداد می کند و یکی دیگر شرک است که جناب لقمان به فرزندش می فرماید لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، یعنی به خدا مشرک نباش که شرک ظلم بزرگی است. اما اثر دعا در رفع بلا حقیقتی انکار نشدنی است که اکثر شیعیان با توسل به ائمه اطهار و شفیع بردن به درگاه خداوند متعال بیشتر بلاها رفع شده. ما در احوالات فقهای اخیر زیاد داریم که با توسل به ائمه اطهار مرض وبا و طاعون از میان امت اسلامی برطرف شده. با تشکر، خدا حافظ. من هم تشکر میکنم از آقای محمد علی که از تبریز وایس ارسال کردن. روایت امام صادق علیه السلام رو عرض کردم برای اون دسته از افرادی که تمکن مالی دارند.
که به حمد الله میتونن خودشون و خانوادهشون رو در قرنطینه قرار بدن، قرنطینه های خانگی، از خانه های خودشون یک ماه دو ماه خارج نشن، هیچ مشکلی هم براشون ایجاد نمیشه، هیچ جای زندگیشون هم لنگ نمیشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند ما بلا الله العباد بشیء اشد علیهم من اخراج دراهم. یکی از سخت‌ترین امتحانات الهی برای بندگان این هست که پول خرج کنند، انفاق کنند. اون کسانی که تمکن مالی دارند در این ایام وقتش خودشون رو نشون بدند. اگر دلت میسوزه برای اون دست فروشی که در این ایام میاد واقعا جون خودش رو به خطر میندازه و چاره‌ای غیر از این نداره، در اجتماع حاضر میشه، اون کسی که اجاره مغازش رو باید بده و شاگردانی داره و زندگیش لنگ میشه اگر از خانه خارج نشه، اگر واقعا دلتون براشون میسوزه دست و آستین بالا بزنید، انفاق کنید، کمپین راه بندازید برای اینکه دست فروش ها رو در این ایام در خانه های خودشون بنشونید. اجازه ندید دست فروش ها بیان بیرون، دست به دست هم بدید، کمپین تشکیل بدید و اونها رو تأمین کنید. اگر حکومت ها و دولت ها وظیفه اصلی و انسانی خودشون رو در قبال شهروندانشون رعایت نمی کنن، شما مردم آگاه باشید در این زمینه. اینطور نباشه که فقط در فضاهای مجازی گله‌مندی کنید و بگید که فلان شهر رعایت نمی‌کنن، فلان شهر فرهنگ نداره، فلان شهر مردم بیرون هستن. ببینید علتش چیه که بیرون هستند. و الحمدلله بسیاری از مؤسسه ها هستند که باز هم در فضای مجازی میبینید خبرهاش رو، دست به دست هم دادند، همیاری میکنند برای هم نوعان خودشون، کمپین هایی تشکیل دادند و بسیار کم هست. بیننده های محترم، شما هم در این زمینه انفاقی که امام صادق علیه السلام میفرمایند سخت‌ترین امتحانات الهی هست رو الان باید به میدون بیاید. بریم نظر سرکار خانم سمیه از تهران رو بشنویم. سلام و احترام خدمت همه عزیزان و تشکر از برنامه خوبتون. در خصوص سوالای برنامه امشب، گناه و معصیت عذاب کارهای بده برای جوامعی که نافرمانی الهی میکنن، اما بلا معصیت شامل حال همه میشه و مؤمنین هم این رو دارن، لکن برای مؤمن اگر صبر در بلا معصیت کنه اجر و پاداش داره و گناهایی که باعث نزول بلا میشه ظلم حاکم به مردم، ریختن خون کسی به ظلم، رشوه قاضی که به خاطر آن حقی را ناحق و جرمی را نادیده بگیره، رباخاری، زناکاری، خیانت در امانت، دل شکستن، اسراف و آزار و اذیت موجودات رو میشه نام برد. در مورد تاثیر دعاها، اگر کسایی که یقین دارن موقع دعا کردن به اون دعا قبل از نزول بلا میتونن قضای الهی رو به اذن دعا تغییر بدن. ممنون، خدا نگهدار. تشکر میکنم از سرکار خانم سمیه که از تهران وایس ارسال کردن. بیننده های محترم، خدای متعال میفرماید ما یعبأ بکم. خدای متعال اگر شما دعا نکنید هیچ توجهی به شما نمیکنه. الان که کشورهای اروپایی و دیگران و کشورهای غیر اسلامی توجه خودشون رو برای مقابله با ویروس کرونا به درگاه الهی اومدن و دعا و نیایش اومدن گذاشتند، شما هم در این روزها بیشتر ارتباط خودتون رو با خدای متعال حفظ کنید و توسلات خودتون به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو بیشتر کنید. با وجود مقدس و نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر مأنوس بشید و دعاها، زیارتهایی که در این زمینه هست رو بیشتر کنید. یقیناً نتیجهش رو خواهید دید. انشاءالله که همه شما عزیزان در پناه خدای متعال، در پناه امام زمان باشید و خدای متعال شما رو حفظ کنه در اموالتون، در جانهاتون، خانواده هاتون، همه روش های امتحانی که خدای متعال داره انشاءالله که سربلند و پیروز خارج بشید. بیننده های محترمی که سوال کردن از روابط عمومی تماس میگیرن راجع به قطع شدن فرکانس هاتبرد به علت مشکلی که ایجاد شده. از این به بعد شبکه امام حسین علیه السلام را از طریق ماهواره یا 125-94 عمودی میتونید ببینید و راه های دیگری که LPTV ها، جادو تیوی، LGL ویز،
اسمارت تیوی، اپلیکیشن شبکه امام حسین، پخش زنده از سایت و دیگر راه‌های ارتباطی و مشاهده شبکه امام حسین علیه السلام هست، میتونید از روابط عمومی کسب اطلاع بکنید در این زمینه. تشکر میکنم از همراهیتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.